خطای حضرت یونس چه بود که ماهی او را خورد؟ همراهان جعبه دانستنی، سلام. حضرت یونس از پیامبران بنی اسرائیل بود و برخی او را از نوادگان حضرت ابراهیم می دانستند. این پیامبر حدود 825 سال قبل از میلاد مسیح در سرزمین نینوا نزدیک شهر موسل در عراق کنونی زندگی می کرد. مردم نینوا بت‌پرست بودند و در همه ابعاد زندگی خود در میان فساد و تباهی غوطه می خوردند. یونس نبی قوم خود را 33 سال به خداپرستی و ترک گناه دعوت کرد، اما در این سالها فقط دو نفر ایمان آوردند. او از هدایت قوم خود مایوس و شکایت نزد خدا برد و این چنین به خدا عرض کرد که خدایا، من سالیان سال این قوم را هدایت و به سمت تو دعوت کردم، اما آنها رسالت مرا تحقیر می کنند. سپس از درگاه خدا برای قوم خود تقاضای عذاب کرد و آنها را نفرین نمود. پس از اتفاقات مختلف یونس از نینوا خارج شد و به راه خود ادامه داد تا به کنار دریا رسید و در آنجا منتظر ماند که ناگاه کشتی مسافربری فرا رسید و یونس سوار کشتی شد. در اواسط راه یک ماهی بسیار بزرگ سر راه کشتی را گرفت و دهان خود را باز می کرد و طلب غذا می کرد. سرنشینان کشتی گفتند گویا گناهکاری در میان ماست که باید طعمه ماهی گردد. بین سرنشینان قرعه انداختند و قرعه به نام یونس پیامبر افتاد. آنها سه بار این کار را تکرار کردند و هر سه بار نام یونس در آمد. سرانجام یونس پیامبر را در دریا افکندند و آن ماهی غول‌آسا او را بلعید. ماهی یونس را به غر دریا برد و یونس 4 هفته از قوم خود غایب شد. روایات متفاوتی در مورد اینکه یونس چه مدت در شکم ماهی بود وجود دارد. از 9 ساعت گرفته تا 3 روز و 7 روز و 40 روز و این موضوع به خوبی روشن نیست. البته رفتن یونس به دل ماهی توجیه علمی ندارد و از آن به عنوان معجزه الهی نام میبرد. به هر شکل یونس از کار خود پشیمان گشت و مدام در دل ماهی با خدا راز و نیاز میکرد و توبه کنان خدا را صدا میزد. در نهایت خداوند توبه او را پذیرفت و ماهی او را کنار ساحل از دل خود خارج کرد. در قرآن آمده که اگر یونس از تسبیح کنندگان نبود تا روز قیامت در شکم ماهی میماند. البته در همین اثنا که یونس پیامبر در دل ماهی و میان دریا بود، قومش توبه کرده بودند و خداوند بر آنها عذابی نفرستاد. ممنونیم از همراهیتون. خدا نگهدار.